و تصاویری بوده از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران. اما روند تغییر مقام‌های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی که پس از انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله جدید شده بود، چندی پیش شاهد یک انتصاب دیگر بود با معرفی محمد رضا نقدی به عنوان فرمانده جدید بسیج از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. دیدگاه‌های متفاوتی در ایران ابراز شد. امروز همراه کوروش صحتی هستیم و کوروش به بررسی این قضیه میپردازه. انتصاب رئیس جدید بسیج، کوروش سر و صدای خیلی زیادی برپا کرد در هفته اخیر در رسانه ها به خاطر شاید سوابقی که آقای نقدی در ارتباط با حوادث 18 تیر و پیامدهای بعد از اون داشت. بله، دقیقا نکته خوبی رو اشاره کردی. البته اولین نکته در مورد این انتصابات این است که تمامی نیروهایی که عزل میشن به جای دیگه منتقل میشن و این برکناری حساب نمیشه، یعنی تغییر پست میدن و به ویژه در مورد کسانی هست که از زمان روی کار آمدن آقای خامنه‌ای بدین سو همیشه در پست‌های مهم قضایی و نظامی قرار داشتن و خب دهه اول انقلاب رو شامل نمیشن این افراد. اما و این نشون میده، به این تغییر و تحولات به نوعی هم نشون میده که تنها جایگاه ثابت و ویژه‌ای که در سیستم جمهوری اسلامی ایران وجود داره جایگاه ولایت فقیه هست که ثابت هست و تمامی پست‌های مهم از رئیس قوه قضاییه گرفته تا فرمانده سپاه و همه در این سالها تغییر کردن. و همونطور که در بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون اساسی میتونه حتی رهبر رو برکنار بکنه و عزل بکنه، در اونجا عنوان شده بود که تنها رهبری بر در واقع شایستگی رهبری رو تنها آقای خامنه ای داره و اون جایگاه ولایت فقیه هم در واقع مختص به یک نفر شده. اما انتصابات جدید و بسیار مهمی که بعد از انتخابات بود، ابتدا تغییر رئیس قوه قضاییه بود که خیلی‌ها گمان کردن با اومدن آقای صادق لاریجانی تغییراتی ایجاد خواهد شد و همینطور دادستان تهران آقای سعید مرتضوی با آقای جعفری دولت آبادی و همکنون هم فرمانده بسیج رو میبینیم. البته دو تغییر اولیه که خب تغییری در روند برخورد دستگاه قضایی با پرونده هایی که به تعبیری سیاسی و امنیتی بودن ایجاد نکرد. اما در مورد آقای نقدی هم که ایشون چهره بسیار شناخته شده ای هستن، خود شما هم اشاره کردی به بخشی از فعالیت های پیشین اون به ویژه در برخورد با جنبش دانشجویان در 18 تیر ماه 78. ایشون ابتدا عضو بخش نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بوده که بعد از اون طریق به لبنان اعزام شد و در نیروی قدس سپاه هم عضویت داشت، به بوسنی هرزگوین اعزام شد و بسیار فعال بود. اما بعد از در واقع اصلاحات و شاید یه خورده قبل از اون و بعد از پایان جنگ بود که ماموریت های ایشون به ویژه در مورد مسائل داخل کشور متمرکز شد و نقش ویژه‌ای که به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ایفا کرد در برخورد با شهرداران مناطق تهران، بازداشتگاه وصال که اون موقع اگه یادت باشه در روزنامه‌های تهران بسیار سر و صدا کرد که تحریزه که اون زمان بود، بله، که اونجا در واقع نقش ویژه‌ای داشت آقای نقدی در برخورد با شهرداران و هم سرکوب دانشجویان اشاره کردم و حتی در اعتراضات اخیر هم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود ایشون نقش ویژه‌ای داشت و همینطور با تشکیل گروه ضربتی به نام گروه کبیر با مفاسد اجتماعی در ایران برخورد میکردن که حمله میکردن به خونه های مردم و مهمانی های جوانان رو به هم میزدن. این گوشه ای از سابقه ایشون بوده و در حکمی که آقای خامنه ای برای آقای نقدی دادن به عنوان فرمانده جدید بسیج گفتن که سازماندهی و بسیج نیروهای مردمی به ویژه جوانان برای پیشبرد اهداف انقلاب، که باید ببینیم منظور دقیق از این سازماندهی چی هستش. خب کوروش، میخوام راجع به آقای حسین طائب ازت بپرسم، فرمانده پیشین بسیج که برکنار شد از پستی که داشت و همیشه اتهامات فراوانی از بعد از انتخابات در ایران بر علیه آقای طائب بود و نقش ایشون در سرکوب های مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، این رو چجوری بررسی میکنی؟ چه نقشی داشت اصلا آقای طائب در سرکوب ها؟ چیزی مسجلی هست که ما بدونیم؟ ببینید، ایشون خب فرمانده بسیج بودن در این اعتراضات و طبق اطلاعیه‌ای که بسیاری از گروه‌های سیاسی و سایت‌های اینترنتی دادن، نقش اول رو داشتن و خود اونها هم حتی اعتراف کردن که
بعد از 25 خرداد در واقع بسیج بود که شهر تهران آروم کرد و مسئول اصلی بوده. اما آقای طائب سابقه هم پیش از این داشته، در اوایل دهه 80 که ایشون در اطلاعات سپاه بود، همین اعتراف گیری ها و برخورد با زندانیان سیاسی رو در بازداشتگاه 59 سپاه انجام میدادن و به نوعی اطلاعات موازی رو راه‌اندازی کرده بودن که الان دوباره ایشون منتقل شدن به معاونت اطلاعات سپاه و معلوم نیست که در اونجا چه اهدافی رو دنبال خواهند کرد. ولی جابجایی این دو چهره که من اشاره کردم، فرماندهان بسیج، در واقع از پیش مشخص بود که یک چهره شناخته شده ای آقای نقدی رو به جای آقای طائب آوردن که سابقه روشن‌تر از آقای طائب نداره. اما در مورد دادستان جدید تهران و رئیس قوه قضاییه این احتمال در واقع در میان ناظران سیاسی وجود داشت که شاهد تغییراتی باشیم، اما به نظر نمی‌رسه که با این تغییر روند مثبتی رو شاهد باشیم. خب یه سوال متفاوت بخوام ازت بکنم، وقت داریم؟ آره. خب این همزمانی این تغییر تحولات با آغاز سال تحصیلی نو و اعتراضات دانشجویان، آیا این پیام خاصی داره برای دانشجوها؟ پیام خاصی که میتونه همون در واقع تداوم اون روندی بوده که دست طریق بسیج دانشجویی در سپاه و بسیج انجام میدادن در دانشگاه در برخورد با فعالیت‌های مستقل دانشجویی، و ببیشه اگر سخنان اخیر آقای محمدعلی جعفری رو که به دانشجویان بسیجی اعلام کرده که منتظر فرمان موافق خودتون نباشید. یعنی این فرمان رو پیشاپیش صادر کرده که هر گونه برخورد با فعالیت‌های دانشجویی رو اونها مجاز هستن که انجام بدن. من یک نکته هم اشاره بکنم در آخر صحبتام به همین نقش سپاه بود و پارازیتی که بر روی در واقع برنامه‌های ماهواره‌ای می‌ندازن، که آقای پزشکیان نماینده مجلس در تبریز هم به این قضیه حتی اعتراض کرده و گفته با این پارازیت‌ها بر سلامت روح و روان شهروندان اثر سویی خواهد گذاشت. مرسی از کوروش.